احساس کشی رو داشته باشیم. البته اول از همه داریم میریم خونه ببینیم، بخاطر صدای ماشین ببخشید آقا، داریم میریم چند خونه ببینیم که از دیشب توی دیوار و حالا بنگاهی و املاکی و اینا پسندیم. تقریبا 3-4 تا میریم، همه رو بهتون نشون میدم، قول میدم دیگه توی این ویدیو همه رو بهتون نشون بدم، حداقل یک تیک از هر کدومو و نظرمو راجع به همه‌شون بهتون بگم. بعد که یه خونه رو انشالله دیگه اگه امروز پیدا کنیم، امروز سومین روزی که داریم میریم دنبال خونه، اگه امروزم پیدا کردیم دیگه برمیگردیم خونه. من خونه یه کوچولو از وسیله و اینجور چیزا رو ریختم وسط، همونجوری یک چول که نزیاد بعد چند تاشو جمع کردم، خیلی هاش مونده، قراره برگردیم و همه رو جمع کنیم و توی این مسیر شما هم قراره لحظه به لحظه کناره برم باشیم. شکلات ماشین از حیات در بیاره بریم. خوبی این خونه این بود که حیات داشت و ما میتونستیم ماشینمون رو بیاریم حیات، حتی موتور داداشم هم اینجاست. سی در جریان رنگ موهام که هستید دیگه، ببین اینجا یه رنگیه، اینجا یه رنگیه، این قسمت یه رنگیه، اون پایین یه رنگیه. حالا باز کردم کامل بهتون نشون میدم، خیلی رنگ تو رنگ شدم. شکلات بهم میگه چیز توتی. خب خونه اولو دیدیم، من نپسندیدم. تو پسندیدی؟ من نپسندیدم، بعدش خیلی طبقه سوم بود پام درد گرفت تو برم اونجا. بعد کمد دیواری اونجا چیزا نداشت. دیدش که ما کمد دیوار کابینت من شیده چه؟ اتاق خواب در چوله کمد هشتونم در چوله کابینت. بعد داره الان داریم میریم یه جای دیگه. اینجا که الان خونه دیدیم یاخچیان بود، نزدیکی الجول یا همان شاکیول یا خودمون. الان داریم میریم یه سمت دیگه، یه خونه دیگه ببینیم. نظرم رو راجب اون خونه هم به تو میگم. اومدیم واسه خونه دوم که طبقه دوم داریم میریم اونجا. خب بچه ها این دیگه واقعا مورد پسند منم بود و مورد پسند شکلاتم بود. اینجوری که یه سالن جمع و جور داره، یعنی اون اتاق پذیراییش جمع و جوره، بعدش آشپزخونهش خوشگله، زمینش کاشی و اینا، اتاق خوابش هم تقریبا میشه گفت که بزرگه، کمد دیواری و اینجور چیزا هم داره. یه خیلی جمع و جور تر از اون خونه قبلی همون، یعنی خونه که الان داریم خیلی جمع و جور تر از اونه و این خوبه. در کل اینشو دوست دارم. بعد اینکه اگه سری قیمتش هم به تفاهم برسن اوکی میگیریم. البته نمیدونم، اما من الان اومدم سوار ماشینم، بعد شکلات رفت هنوز داره به اون آقاه حرف میزنه صاحب خونه که ببینه چی میگن دیگه. اون بذار بیاد ببینیم چی میگه. بعد یه بالکن کوچولو هم داره که فضا رو برامون خوشگل‌تر می‌کنه و ما می‌تونیم اونجا ویدیو اینا بگیریم. خیلی کوچولو اولی می‌دونی نور میتابه مستقیم وسط و اونجا میتونه برامون مناسب باشه. گرچه اتاق خوابش خوب بود، از رو اوکی بود، می‌تونستیم اونجا ویدیو اینا بگیریم، ولی پنجره نداشت که نور خوبی داشته باشه. ولی خب نمیدونم، بذار شکلات بیاد ببینیم چی بوده. تا اینجا یک کار که هر جا رفتیم یا یه جایشو من پسندیدم اون نپسندید، یا اون پسندید من نپسندیدم، و اینجوری شد که دیگه اینجوری شد که هنوز داریم دنبال خونه میگردیم دیگه، ولی باید بگیریم. ولی چیزه چیزشم میگفتم، یه خونه که رفتیم توی اینستاگرام نه تلگرام هم براتون گذاشته بودم ویدیو شکسشو که اومدیم به خونه بگیریم، اونو من واقعا دوستش داشتم. و خونه اینجوری بود که طبقه اول یه پسر با مامانش زندگی میکرد و طبقه بالایی رو ما میخواستیم بگیریم. خونه واقعا خوشگل بود، یه حیات خوشگل هم داشت، همون بالا پشت بومش دیگه حیات کرده بودم. بعد این خونه خوشگل بود، آشپز خونهش خوشگل بود، اتاق خوابش خوب بود، بد نبود، کلی کمد و اینجور چیزا هم داشت که من میتونستم کلی چیز میزامو بذارم. ولی آشپزخونه‌اش مثلا رطوبت جذب کرده بود سقفش، بعد اون آقای میگفت که اگه دوستش نداشتیم من اونو درستش میکنم، بعد کاغذ دیواری داریم اگه دوستش داشتیم کاغذ دیواری ها رو میزنم و فلان و بیسار. بعد آقای نمیدونم منطقی بود حرفاش. خونه رو هم پسندیدیم، حتی برگشت اومدیم نشستیم تو ماشین یکم حرف زدیم، بعد زنگ زدیم به اون گفتیم که فردا ساعت 12 میایم پول پیش و اینا رو میدیم و بنویسیم دیگه سند و بعد اونم حل شد. بعد برگشتیم خونه، شکلات گفت که دوستش نداشتم. گفتم چرا خوب بود؟ گفت وایب مثبتی نگرفتم ازشون. ازشون که یعنی مادرشو ندیدیم، فقط اون پسره رو دیدیم. بعد شکلات گفت من وایب خوبی ازش نگرفتم. بعد من گفتم ای به چشم.
چشکاری داره. میگردیم یه جای دیگه پیدا میکنیم. باش. و همچنان شکلات در حال حرف زدن با اون آقا هست. چرا نیومده هنوز؟ من اومدم میشستم با ماشین که اونا حرف بزنن ببینیم چی میگن، چطور میگن، قیمت سر قیمتش تفاهم میکنن نمیکنن. انگار اینجوری گذاشته بود. ما خونه قبلی ما، من که دیگه باهاتون رو در واسه ندم، بذار همه چی رو بهتون بگم. خونه قبلیمون اون پول پیشی که داده بودیم 100 بود، 100 تومن بود. بعد اینم گذاشته 150 و 1.5. بعد اون 50 تومن رو باز یه جوری جور کنیم. از اونجایی که وام هم جور نشد دیگه 50 تومن رو، یعنی خدای بابای من و بابای همسرم، یعنی پدر شوهرم و اینا، همشون میگن که هر چقدر پول لازم داریم ما بدیم، جایی که مورد پسندتون هست رو بگیرین. ولی خب ما نمیخوایم شاید به کسی بدهکار باشیم، برای همین قبول نکردیم. هم با پول خودمون و خودمون کار کردیم، یه 20 تومن اضافه هم داریم جدا از اون 100 تومنه. الان میخوایم که تبدیل کنه اون 150 پول و ماهانه 1.5 که میگه رو مثلا بکنه ماهانه 3 تومن یا 4 تومن اینا، و 150 یکم دیگه تخفیف بده دیگه برامون. دارن درباره اون حرف میزنن، بذار تمشه بیاد من بهتون میگم. ذات املاکی دیدین تو اینستا دارین یا نه؟ ولی تو اینستا جدیدا مود شده توی کامنت هر پستی که بذارن یه دونه ذات میذارن، بقیهش یه هر کلمه بیرد. مثلا یه سویچ برمیدارم ماشین رو روشن کنم میگن ذات سویچ. الان بیان بنویسن ذات ملودی، ذات املاکی. الان دیگه حل اوکی شد، به سلامتی گرفتی بشین خونه رو. و شکلات داره همین الان بیانه رو واریز میکنه از سرگه گوشی. نمیدونم اگه مثلا 50 تومن اینا رو میشه با گوشی زد. میگن که آره با شماره شبا میشه زدش. نمیدونم. داره واریزش میکنه، بیاد ببینیم که چند گرفتن. چون چیزی نگفتن. ببین اینجان. اینا که اینجان اون آقاه حساب خونم و همسرمه. دارم پول میزنم. بعدش هم میگن که چیزم. چیه؟ شکلات الان فقط در رو باز کرد، گفت که پسندیدی دیگه پولو میزنم. الان گفتم بابا بزن دیگه، حله چشاته. بذار برگرده باز افتایتتون میکنم. اردن با جلنده مفتوید نخد ریول کردیست. اینا ریزن صرف گرمیست. میام نیزن گوی میجونه. سلام بچه ها، دیگه تا اینجای قضیه شما اینو دیدین که ما خونه گرفتیم. حالا خونه رو هم تو شاید تو ادامه همین ویلاگ نشونتون بدم، شاید هم دیگه بعد این ویلاگ نشون بدم، دقیق نمیدونم. ولی خونه رو گرفتیم به سلامتی. الانم بذار موام ببندم، راحت نیستم. آره داشتم میگفتم، الانم توی یه حرکت انتحاری تصمیم گرفتیم که موامو کوتاه کنیم. دفعه پلنگه، چشکشنگه، فکر میکنه که بیرنگه. نمیدونم آهنگر رو. آره اگه اشتباه یادم نباشه تقریبا یه چند ماه قبل شما هم، یکی از شما تو تلگرام گفته بود که اگه موهاتو چی کا بزنی قشنگ میشه. بعد رفتم سرچ کردم دیدم که منظورش اینه که از اینجا بزنم. خب از اینجا. بعد من قبلا اون مو رو زده بودم اون و واقعا هم به این میومد. بعد امروز داشتیم با شکلات توی فلشم فلش کرده بودم تو گوشیم، بعد عکس و ویدیوهای قبلیمو میدیدیم که اونو دیدیم و گفتیم که چقدر باحال بوده اونجا موهام، چه عالی، چه پرفکت. بعد تصمیم گرفتیم که موهام اونجوری بزنیم خودمون. من هم خیلی وقت رو مخم بود و نمیدونم، ولی از یه طرفی هم همش دلم میخواست موهام بلند باشه. از یه طرف بلند میکنم تا اینجا که میرسه دیگه خسته میشم، میگم بزنم اینجاشه. نمیدونم، الان خیلی توی فازای عجیب غریبی هم. شکلات الان رفته خونمونو توی چیز املاکی یا کافینت تر نمیدونم، سند و امضا و اینجور چیزا رو بزنن، بعد برگردن خونه، برگرده خونه یعنی، و موهای منو کوتاه کنیم. نظرتونه؟ دیدید دقیقا اون لحظه آخر همه چی به چشمت خیلی خوشگل، خیلی خوب میاد؟ الان دقیقا همون طوریه. و
همیشه دوست داشتم مامان بزنم. الان که مثلا جدی شده میخوام بزنم میگم که حیفه چه خوشگله، رنگی رنگیه. هر قسمتش کلا یه رنگه، اینجا هم کلا انگار که چیزه جوهر خودکار ریخته واسه این تیکه از مام، ولی خب میزنیم دیگه تنوع. بزنم از اینجاشه، برای هممون تنوع میشه. آره نظرتونه؟ همونطور که میدونی منم که خیلی آدم تنوع طلبیم و اصلا و ابدا از تنوع نمیترسم. مثلا از رنگ موهام هم مشخصه، از این قسمت هم مشخصه. ببینید چقدر رنگ مو دارم. راستینو همیشه ازم میپرسین اینا شامپو رنگای ماراله، تونیکا هم هستش، ولی من شامپو رنگای مارال استفاده کردم تا به اینجا و کاملا هم راضی بودم. رو موهای دکور خیلی خوب رنگ میگیره، اگه دوست داشتین میرم بهتون. بعد اینکه درباره خونم بگم که تا چه حد جمع و جور کردم و این حرفا، میذاره شما ببینید. اینجا رو کلا جمعش کردم، خالیه. این پایینم خالیه و بیایم بریم اون یکی سمتای خونم هم بهتون نشون بدم. این که اتاق خوابه، اینجا رو هم خالی کردم. این قسمت اگه یادتون باشه چه خیاطی و اینا بود که همش رو جمع و جور کردم. برگردیم اینجا. نه ترسینا، اینجا رو ببینید. اینجا 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 هم کلی لباس، حالا یکم جمع و جورش کردم. ببین خونم هم ترکیده بودا، بعد امروز یکم جمع و جورش کردم، یه جارویی کشیدم که یه کوچولو تمیزتر باشه دیگه. اینم آشپزخونم، مشاهده میفرمایید، آشپزخونه بنده. اگه میخواید یه خونه کرکسیف ببینید، این ولاگو شیر کنید که ببینن، اگه کسی خواست که همچین خونه ببینه. اینجا رو ببینید نشونتون بدم. اینجا کلن چی؟ چمدون و لباس و اینجور چیزا بود کلی. اینجا و پشت این لباسا همه رو برداشتم. بین این لباسا هم کلی مانتوه تابستونی و اینا بود، اینا رو برداشتم. فقط این چند تا برای یه هفتمون که میخواییم بریم دانشگاه اینا مونده. بعد اینجا رو ببینید که اینجا این اتاق از اولش هم بلا استفاده بود برام، همون اتاق است که اینجا گل زده بودم اگه یادتون باشه. الان اون گلا رو هم کندم که اون قسمته، بذارم بهتون نشون بدم من نزدیک اینجاست. بعد چند تا از وسیله های ریز میز و اینا رو جمع کردم. اینجا هم طور که مشاهده میفرمایید لباسامونه. بعد اینا رو الان شکلات درآورده، اینا رو باز میپوشه واسه سر کار رفتنی. اینجا هم ظرف ظروف چینی و اینجور چیزاست دیگه. اینم برنجمونه، نشونتون بدم. برم خونه جدید، این برنجرم میریزم توی دبه، چیزی که ندارم البته باز بخرم. بعد روش سیر بذاریم و نمک بریزیم که یه موقع خدایی نکرده حشره اینا نیفته توش. بعد ایناست. این و درباره گلامم، گلامو نگاه کنین. از بس رفتم روسه و مسافرت و اینا توی تابستون و پاییز، برام این گلام دیگه کلا از شکل و شمایل افتادن. بریم خونه جدید، میخوام چند تا گل خوشگل بخرم. اینا رو هم بس از اینجا بردارم. تموم عالم حال منم خرابه. هلو بچه، من موامو کوتاه کردم، نه زر زدم، کوتاه نکردم، چون که دقیقه 90 منصرف شدیم، هم من هم شکلات. گفتیم بمونه واسه عید، که عیدم نمیخوام موامو کوتاه کنم، یه مدل موی جدید دیگه. شکلات اومد یه لحظه. یه مدل موی جدید دیگه توی ذهنم هست که میخوام اونو انجام بدم. امروز قراره خونه رو جمع کنیم، یعنی کلی جمع کردم، قراره تا جایی که جمع کردم ببریم خونه جدیدمون و من قراره خونه جدیدمو بالاخره بهتون نشون بدم. و همچنین شما توی چنل تلگرام گفتین که وقتی که داری چیز میزاتو جمع میکنی، باز کردم دیگه، گفتین که اینا رو وقتی دارم جمع میکنم هم ویدیو بگیرم. داخل بوفم تقریبا تمیزه، همه چیزو جمع کردم، دو سه تا از اینا مونده، اینا رو هم برش میداریم. اینا هم که میبینید دستگیره چیزه، یخچالمه، واسه دستگیرهش میبندم دیگه، باز میشستمش، چون که در میریم خونه جدید باید همه چیز تمیز و جدید باشه. فقط گرد خاکی میشه باید تمیزش کنید دیگه، چون آینه است. اینا قراره ببریم الان. اینجا چند تا از چیز میزه هست. آشپزخونه رو ببینید.
اینجا جای اون سیب زمینی پیازا بود که برداشتمشون، بعد کلی از چیزا رو جمع کردم. ببین داخل اینا دیگه هیچی نیست، اونی هم که میبینید مونده باز بردارم. این خالیه تقریبا، اینم که کلا خالیه، فقط دیسم اونجا هست که اونم بردارم، کشو هم که کاملا خالیه. اینو میبریم میذاریم طبقه پایین، چون که صابخونمون بهم پیام داده بود، گفته بود که خانومش، یعنی گفته بود که اونو لطفا بذاریم پایین که من همسرم اومد اونم بیاره، اونم کلا رفتن یه شهر دیگه. بعد این تزیینیجات که روی یخچالم بود همشو برداشتم، هیچی نیست. اینجا چند تا چیز میز هست که اینا رو باز برداریم، این بالا هم اینا رو باز بردارم. باز اتاق خواب رو یک کوچولو ببینید، بیاد اینجا ببینیم. میخواییم از اینا ببریم با ماشینمون، از اینا چند تایی که مثلا شکستنی هست و حالا اینجور چیزها رو چه نیسان نذاریم، چند تاشون همجوری ببریم خودمون. حالا یه شاید مثلا چمدون و تیوی و اینا رو میخواییم خودمون ببریم، بقیهش هم دو روز دیگه با نیسان میبریمش. خب بچه الان شب شده، شکلات اومده و ما داریم کم کم چیز میزا رو میزنیم که بریم اون یکی خونمون. اینجا بتونشون بدم، اینجا گذاشتم که باید ببرم پایین، اینا که این پایین هستم میخواییم بزنیم ماشین که ببریم. دیگه تا حدی همه چیزو زدیم، الان مقصدمون خونه جدید است، داریم میریم اونجا. نور بده یکم دیگه میبینمتون. خب بچه‌ها خوش اومدیم به خونه جدیدم. اینجا که میبینید خونه جدید منه، با جزئیات و دیتیل بیشتر بهتون نشون میدم، ولی الان فقط میخوام که تمیزکاری و این کارش انجام میدیم دیگه. ببینید داخلشو بهتون نشون بدم، به صورت کلی از اینا هستش. اینا رو پاکش کنم، تمیزش کنم، زمینش هم یه جارو بکشیم، موکتا رو پهن کنیم و اینا دیگه. اینجا هم یه بالکن کوچولویی داریم. حالا همونطور که گفتم اتاق خوابیناش هم بهتون نشون میدم تا ادامه ویدیو، فعلا همین از من داشته باشید. تمیز کردیم داخلشو، بعد جارو کشیدیم اینجا رو، بعد شاید سنسور حساس به صدا لاوا من دو برده نشدیدیم. آره اونو نولادیت بیده نش بقا که براتون نمیتونم بزمونم بخم، یه صدایی میاد ولی نمیدونم از کجا میاد. بعد این موکت رو میخوایم پهن کنیم اونجا. اینا هم چند تا چیزایی بود که با ماشین خودمون آوردیم دستمون نگاه. الان میخوایم یه چند تاشو جاسازی کنم تو این کابینت ها، بعد بقیه‌ش هم بریم خونه میگم بهتون. دیگه خونه رو همینجوری ولش میکنیم، میریم خونهمون که فردا هم صبح میرم دانشگاه. فردا امتحانم دارم، هیچی نخوندم. بریم خونمون ببینیم چی میشه دیگه، فردا شب دوباره برمیگردیم. سلام بچه‌ها، از فردای دیروز من الان دارم میرم دانشگاه، بعد همسرم میاد از دانشگاه منو برمیداره، برمیگردیم خونه. بعد اینکه برگشتیم خونه میریم دیگه یحتمل واسه جمع کردن کل اساس و بردنشون به اون یکی خونه و چیدنشون و اینا. ولی من میخوام که این ویدیو رو همینجا به پایان برسونمش که بتونم براتون بذارم دیگه توی همین هفته. پس با هم خدافظی میکنیم و توی ویدیوی بعدی قراره که کل خونه رو بهتون نشون بدم، با هم بچینیمش و این حرفا دیگه. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین، خیلی دوستتون دارم. چوکلاتون قربونه چک تکتون، توی ویدیوی بعدی میبینمتون. تا درودی دیگر، بدرود.